البرز صادقی از اعضای خانواده های قربانیان پرواز PS752 همراه ما هستند. بسیار خوش آمدین آقای صادقی. شما به عنوان یکی از بازماندگان قربانیان پرواز 752 خواستتون از این دادگاه چه هست؟ انتظار چه چیزی رو دارید؟ حقیقتش چیزی که باعث کمی آرامش خانواده ها احتمالا میشه در راستای این دادگاه، عدالت و حقیقت هست. البته عدالت هیچ وقت جاری نخواهد شد، عدالت وقتی که عزیزان ما همراهمون بودن، ولی بخشی از حقیقت ما امیدواریم که روشن بشه در جریان این دادگاه. مثلا نیاز داریم که واقعیت های جعبه سیاه رو به صورت شفاف با ما در میان بذارن، فیلم دوربین های اون پدافند رو، تعداد مسافرانی که سوار شدن و تعداد مسافرانی که پیاده شدن، حتی توی گزارش ایران هست که چند نفر پیاده شدن و ما این رو اطلاع نداریم. بله، روشن شدن حقیقت بخشی از آرامش ما از این دادگاه است. آقای صادقی، چقدر امیدوار هستین که تصمیم و رأی این دادگاه جمهوری اسلامی رو موظف به پاسخگویی کنه و در نهایت اون عدالتی که در انتظارش هستین اجرایی بشه؟ ببینید، جمهوری اسلامی هیچ وقت پاسخگو نخواهد بود. تقریبا ما مطمئنیم که جمهوری اسلامی پاسخگو نمیشه، ولی چیزی که امیدواریم که با این دادگاه بهش برسیم روشن شدن حقیقته. در این دادگاه کارشناسای فراملیتی بیان توسط سازمان جهانی ایکائو در مورد امنیت پروازها هوشیارتر عمل کنن و در واقع امنیت پروازی برای هواپیمای کشوری تامین تا کشورمون تامین شه و در این حال بتونی زمینه رو برای دیوان بین المللی کیفری تحت عنوان صلاحیت تکمیلی فراهم بشه توسط این دادگاه.